السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز خوب هستین؟ فامیل محترم هم خوب هستن انشاءالله. امید که جور و سلامت بوده باشین. شاگردان عزیز، درس امروز ما شما صنف ششم درس اول منزلت احادیث نبوی. خب اما قسمی که عنوان میگه منزلت احادیث نبوی، یعنی جایگاه و مقام احادیث یا حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم، گفتار، کردار و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم را حدیث میگوین. گفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی است. اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت و پیروی از الله جل جلاله است. الله جل جلاله می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ترجمه: ای مؤمنان، الله جل جلاله و پیامبر او را اطاعت کنید، آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر فرموده آن را انجام می دهیم و از آنچه که ما را منع نموده از آن خودداری می نماییم. الله تعالی در این مورد می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سوره حشر آیه 7. ترجمه: چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما امر فرموده آن را بپذیرید و از چیزی که شما را منع نموده از آن بر حذر باشید. احکام زیادی از قرآن کریم توسط احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان گردیده است. خب شاگرده عزیز، مقام حدیث بعد از قرآن کریم می باشد. اولین مصدر شریعت اسلامی ما شما قرآن کریم است و دومین مصدر شریعت اسلامی ما شما حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. پس اینجا ببینیم حدیث چیست. حدیث گفتار رسول الله، کردار رسول الله، تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم را حدیث گفته. گفتار چیست؟ گفتار هر آن چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرده باشد. کردار هر آن فعلی، هر آن فعلی را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام داده باشد. تقریر یعنی یک یا چند صحابه به یک موضوع را به حساب یک فعلی را انجام داده باشد و یا بیان نموده باشد، پیامبر خدا دیده و یا بعداً آن را شنیده باشد در مقابل همان فعل اصحاب سکوت اختیار کرده باشد، ایرا میگن تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس فهمیدیم که حدیث گفتارم حدیث است، کردار رسول الله حدیث است، تقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث است، گفتار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم وحی است. یعنی هر آن چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه او از خود نمیگه، او از جانب الله تعالی بیان میکنه. اطاعت از پیامبر در حقیقت اطاعت از خداوند است. این قرآن بیان میکنه، میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، الله جل جلاله او را اطاعت میکنید، اطاعت کنید و پیامبر او را اطاعت کنید. یعنی ما
زمانی که حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را اطاعت کردیم، در حقیقت اطاعت از خداوند است و هر آنچی و آنچی را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما امر کردن ما طبعا از او اوامر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را انجام دهیم و از آنچه که ما را به حساب منع کردن و پس ما نباید اون کار را انجام بدیم، خودداری بکنیم. و در این بار حضرت خداوند متعال میگه که یعنی چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما امر کرده باشد او را انجام بدین، یعنی بپذیرین، و از چیزی که شما را منع کرده باشد یعنی شما از او خودداری بکنید، یعنی او کار به حساب نکو گفته باشد نکنید، پس کاری را که گفته باشد انجام بدهید، پس ما باید با جان و دل بپذیریم و انجامش بدهیم. بعد در این ارتباط با ارتباط منزلت حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم از قرآن و احکام زیادی از قرآن توسط حدیث بیان شده است. خب چند مطلبی که از او جمله به حساب بود، یعنی شما به سمع شما رسیده شد و انشاءالله که یاد گرفته باشین. فعالیت ها را انجام بدین خودتان شاگردا، پرسش ها، حدیث را تعریف نموده، حدیث را تعریف نمایید. الله جل جلاله در مورد پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی فرموده است؟ انشاءالله دست اول ما شما خواندیم، او را شما خودتان در کتابچه هایتان بنویسین. آیا با گفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث گفته می شود؟ این آیت را ترجمه نمایید. شاگردان دو آیت درس را با ترجمه آن حفظ نمایید. این کارخانگی تان است. انشاءالله که از درس غیر حضوری یک چیزی را یاد گرفته باشین. درس های تان را بخوانین شاگرد عزیز، متوجه خودتان باشین و با پدرجان و مادرجانتان همکار باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.